خوش اومدیم به قسمت دوم برنامه دوستای عزیز خانم بابک هستن کنار ما اینجا که امروز بحثشون درباره یه بادی لنگویج یا زبان بدن هست خوش اومدین خانم خوب هستین خیلی خیلی بیشتر از همیشه به خاطر مسئله اسکار دیشب واقعاً واقعا جای خوشی واقعا چقدر افتخار کردیم برای اولین بار اسکار رو بردیم و واقعا تبریک میگم به اسقر فرهادی و به تمام عزیزانی که در این فیلم شرکت کردن بازی کردن بهترین بازی بهترین سناریو چی بگی آدم زبان کوتاه براش بله، واقعا از همینجا هم به ما یه دوش قشنگ رجبش توضیح میدادیم بازم بهشون تبریک میگیم به شما هم تبریک میگیم به همگی باید تبریک بگیم من فکر میکنم به تمام دنیا و تاریخ سینما و همچنین سینمای دنیا و هالیوود و همه باید تبریک گفتی همچین افتخاری رو بریم سراغ زبان بدن بادی لنگویج یک توضیح خیلی کوتاه بدم ببین زبان و گفتار ما هم متفاوتن. زمان یه سری قوایده که ما استفاده می کلمات استفاده می گفتار لحن تون صداست که ازش استفاده می کنیم، 7 درصدش زبانه، 33 درصدش گفتاره، 60 درصدش زبان بدنه. ببین چقدر مهمه که این سه تا وقتی در کنار هم مکمل هم دیگه میشن نشون دهنده شخصیت ماست حالا یا شخصیت میشه منفی یا شخصیت میشه مثبت پس ببین زبان بدن چقدر مهمه و چقدر با ارزشه چون ما احساسای متفاوتمون رو با زبانمون با زبان بدنمون میتونیم ابراز بکنیم و بگیم ترسمون وحشتمون نداشتن اعتماد به نفسمون کاملا مشخص میشه وقتی که خجالتی هستیم نشون میده خودشو مدلای متفاوت ما با زبان بدنمون میتونیم احساسمون رو بگیم که بعضی وقتا خداگاه بعضی وقتا ناخداگاهه که اصولا وقتی ترسیدیم ناخداگاه میاد وقتی اعتماد به نفس ندارم میرم تو لاک خودم سعی میکنم تماس چشمی نداشته باشم نگاه نمی کنم میترسم نگاه بکنم حرکات غیر عادی از خودم در میارم چون احساس استرس بهم به دست داده استراب بهم به دست داده یا اینکه نه برعکس خیلی احساس میکنم که اعتماد به نفس دارم حالا این دو مدل هستش اعتماد به نفس اعتماد به نفس هستش که حقیقیه واقعا اعتماد به نفس دارم استرا ندارم راحت میتونم حرف بزنم یه اعتماد به نفسی هستش که ماسک حقیقی نیست من یاد گرفتم که اعتماد به نفس کاذب از خودم نشون بدم که دیگرانم خیلی قبطه میخورن میگن خوش بالش من از درون خودم دارم میلرزم حقیقی نیست ای کاش که ما بتونیم حقیقیش بکنیم چون به عنوان انسان بالغ ما بتونیم رو تمام ضعفامون کار بکنیم و خودمون رو تغییر بدیم یه خانمی برای من نوشته بودن که همسر من اصلا به من نگاه نمیکنه هر وقت صحبت میکنیم همینطور نگ... اه... یا روزنامه‌شون میخونه یا تلویزیونشون رو نگاه میکنه آره بله نه و این خیلی منو عذاب میده ولی اینکه احساس میکنم ما اصلا نمیتونیم با هم صحبت بکنیم گفتمان نداریم با هم تنها زمانی که با من صحبت میکنه چه تماس چشمی با من داره زمانی که با من عصبانیه وقتی به حالت عصبانیت با من داره دعوا میکنه من هیت و انزجارش و نفرتش رو تو چشماش میبینم از من و این منو خیلی داره عذاب میده خب این خیلی معنی میده طبیعتا ببین وقتی که من اصلا با تو حرف نمیزنم به تو اصلا تو روز نگاه نمی کنم تو شب نگاه نمی کنم ولی زمانی که فقط عصبانی هم دارم بهت نگاه میکنم و میخوام خشممو نشون بدم نشون دهنده اینه که من با تو مشکل دارم من عشق عاطفه بین ما نیست بین ما مشکل حرف های ناگفته و کارهای ناتمام هستش که تو این شرایط که زمانی که عصبانی میشم میارمش بیرون خشممو نشون میدم عصبانی میشم میام تو صورتت حتما این بانو باید مراقب این قضیه باشه با همسرش صحبت بکنه بعضی وقتا مردا صحبت نمیکنن تو دلشون نگه میدارن یا خانم ما همینطور پرونده سازی میکنن تو دلشون نگه میدارن بسیار خطرناکه توی رابطه برو از همسرت سوال بکن بگو چرا وقتی که من با تو با من عصبانی هستی به چشمام نگاه میکنی بیا ببینیم مشکل ما چیه پس این مسئله خیلی جدیه باید حتما جدی بگیره چون ذره ذره این رابطه سردتر و فاصلش بیشتر میشه رجوع به زبان بدن که صحبت کردین یه چیزی که شاید خیلی نرمال تر بیشتر هم که آدم بعضی وقت دوست دارن با هم صحبت بکنن یعنی موضوع که هر دو بهش علاقه افراد از معاشرت با هم میرن لذت میبرن ولی وقتی زبان بدنت اشتباه مثلا من دارم با امنه صحبت میکنم ببخشید هر کلمه که دارم میگم امنه رو تو انگلیسی میگن پوک میکارم یا با دست بهش میزنم یا دارم با هی با اینکه دارم با هیجان تام ولی اون فاصله رو نگه نمیدارم همین چیز کوچیک میتونه خیلی مشکل این آدم ها رو کاملا از اد دور میکنه خیلی مهمه مسئله خیلی مهمی رو آوردی بیرون مخصوصا در ابتدا. ابتدای آشنایی دختر با دختر پسر با پسر دختر و پسر اولا بذار من بگم به تمام آقایون دنیا هیچ خانمی تو این دنیا مرد هیز دوست نداره مردی که زیاد نزدیک میشه به جسم یه بانو دوست نداره مراقب این باشین اگه از یه خانمی دختری خوشتون اومده بدونی که کار خراب کردین اگه خیلی نزدیکشین بعدش هم تو چشماش بعد رو لباش زل نباید بزنی نگاه بکنین چون احساس ناامنی میده و بعد چشم بره جاهای متفاوت بدن احساس ناامنی میده و خانم احساس میکنه که طرف دیدگاه پاکی نداره دید پاکی نداره و این چانسش رو از دست میده اون آقا بدونین اما کلا خانم و دختر و پسر خانوم و آقا دختر و یا دختر دختر پسر پسر من ممکنه من نوعی ممکنه از نظر جنسی جسمی فیزیکی و عاطفی تجاوز جنسی به جس، تجاوز شده باشه به من تجاوز تجاوز عاطفی هم ما داریم مخصوصا تجاوز جنسی من دیگه از تماس جسمی شخص متف... مقابل من ممکنه بترسم و این خیلی باید مراقب باشیم زیاد نزدیک نشیم در ابتدا لمس نکنیم تو شکم طرف نریم چون به طرف احساس ناامنی میدم و طرف دیگه نمیتونه منو گوش کنه چون حس میشه حس ناامنی به من دست میده تمام ترسم اینه که الان داری به من نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر میشی من دیگه به صدای تو گوش نمیکنم کم کم از تو دوری میکنم برای اینکه اون امنیت ابتدایی و اولیه رو تو به من ندادی پس بعد خیلی مراقب باشیم تماس جسمیمون حفظ بکنیم بعد کم کم که نزدیکتر شدیم ثانیه یه تماس جنس جسمی رو با طرف پیدا میکنیم نشون میدیم اگر احساس امنیت رو ازش گرفتیم خب ادامه پیدا میکنیم چون تما... بد نیست این تماس ها اصلا بد نیست تماس های خیلی کوچیک صمیمیت ام... و مهربانی رو نشون میده ولی در ابتدا باید خیلی مراقب باشیم با کی یاد باشه چشم خیلی خیلی مهمه دوباره بریم بریم سراغ بادی لنگویج تماس چشمی خیلی مهمه من با چشمام حرف میزنم من با صورتم حرف میزنم وقتی الان من دارم با شما صحبت میکنم معمولا به این چشمای زیباتون نگاه میکنم به لبای زیباتون همه معمولا به این دو تا قسمت بعد صورت نگاه میکنن این،, این دو قسمت خیلی مهمه دندان خیلی مهمه تمیزی دندان مهمه حفظ ظاهر مهمه مهم نیست ما لباس گرون قیمت بپوشیم نه مهم اینه که آراسته باشیم مهم اینه که وقتی که تماس چشمی جش... داریم با همدیگه با تماس چشمیمون به همدیگه ما گفتم امنیت میدیم و یا امنیت رو میگیریم ببین الان مثلا تو داری با من حرف میزنی من اگه هم با حرارت داری یه مسئله رو تعریف میکنی هی خیجان زده شدی غمگین بودی یا... یا خوشحال بودی هر جوری داری تعریف میکنی احساسی که به دست میده الان حس کردی الان ولی اگر همون همین حالت رو داری با من حرف میزنی من به یه حالتی یا غمگین سر یه ذره کج میشه چشم به چشم نگاه میکنه غمو تو چشمات چشمای من ببین تو چشمات میبینم احساسی که به دست میده دوست بیشتر صحبت کنی احساس میکنی این شخص این هم یار همراهت همدلی با تو میکنه همدردی داره میکنه درکت داره میکنه خب صمیمیتت بیشتر میشه نزدیکیت بیشتر میشه اون خلاصه گویی که هفته پیش گفتین از اون رایت کنن اینجوری دقیقاً هم نگاشو نکنی. پیدا تلفن کنی چت بری رو چت 4 ساعت حتما از داریم میایم جلو اون پکیج رو باید نگه داریم خلاصه گویی اصلا یادمون نره نوار نشیم که طرف هر کسی باشه خسته کننده است حالا برد. درک این زبان بدن هم مهمه شخصی که دارین باش صحبت می‌کنین می‌خواید با زبان بدن نشون بدین که منظورتون چیه اگه درک نکنه دیگه ایشون همجوری حرف میزنن و ادامه میدن در صورتی که شما آه. نشون دارین میدین که من خسته شدم ولی اگه نفهمن ادامه میدن دیگه دقیقاً 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 درست میگی دیدی وقتی من خست... من دارم زیاد حرف میزنم کاری که تو می بکنی اینی که من باید بفهمم تو خسته شدی زرنگ باشیم اسمارت باشیم ناراحت هم نشیم به تیریجی قوام بر نخوره که چرا خسته شدی بفهمم که خوب دلی خود دارم طولانی حرف میزنم طرف خسته شده کوتاش کنم خلاصش کنم شیرینش کنم که طرف احساس خستگی بهش نده و این تون صدا و زبان گویام دوباره طرف از خواب میپرونه بیدارش میکنه تو خسته کننده باشه آدم حوصلش سر میره خوابش میگیره آمل داشی یکی از کامنت ها رو میخوندی که یکی از بینندامو فرستاده بودن اگر که بله آه... یکی از بینندامو گفته بودن که آقایون توی درک زبان بدن زیاد خوب نیستن شما درباره این چه فکر می‌کنید چون گفته بودن که من با شوهرم خیلی از بحثا رو خب می‌خوام که با زبان بدن بهش بفهمونم ولی خب ایشون مثل این که زیاد درک ندارن نمیفهمن من مجبور میشم که باش صحبت کنم در صحبت که هایی نیست که بشه با صحبت کردن گفت مثلا اگه بحث باشه که باید مثال. بالاخره صحبت کرد به طور مثال که همون چشقوره خودمون یا آه. همون اه طرز نگاه کردن که میخوایم یه چیزی رو بفهمونیم ولی اگه طرف مقابل به قول شما نفهمه و هر چقدر که ببین آقایون استرسکنی. معمولا آقایون خیلی دقت ندارن اگه دون دون یه آقای خانم وارد یه خونه بکنی خانم برای یک لحظه با یه نگاه همه خونه دیده <applause> آقا تنها یه چیزی دیده یا فوتبالش دیده یا تلویزیون دیده <applause> <applause> یه چیزی دیده یه چیزی میتونه ببینه پس تفاوت دارن خانوما با آقایون تفاوت دارن ما خانوما نباید توقع داشته باشیم که آقایون بعد مثل ما فکر کنن یا ما آقایون چون من تو بر... کار حرفه ای مردن نصفم زنه میگم ما آقایون هم نباید توقع داشته باشیم که خانوما مثل ما فکر بکنن اما صحبت کردن خیلی مهمه من اگر ناراحتم از دست شوهرم یا از دست زنم ناراحتم بیام بغ بکنم حرف نزنم توقع داشته باشم که بفهمه خب نمیفهمه آقا یه چیزی گفت و رفت از خونه رفت بیرون من تمام روزم رو خراب کردم عصبانیم تلفنم اگه بین ما شده چته هیچی بعد که آقا میاد خونه بغ کردم نشستم نگاه میکنه شروع شد بهتره که اصلا به روی خودم نیارم چون <applause> اگه به روی خودم بیارم دعوامون میشه پس چیکار میکنم اهمیت نمیدم وقتی اهمیت نمیدم خانم عصبانی میشه میاد ظرف محکم میذاره روی میز بفر مثلا خب من دیگه دو کار داره خرابتر میشه یه جوری میخوام فقط در برم میشه عدم گفتمان سالم آقایون خانوم ها فرق نمیکنه اگر ما مشکل داریم فقط با بدنمون صحبت نکنیم مخصوصا قر و خشممون رو بیام صحبت بکنم بگم بهت که من مشکل دارم با تو تو دیشب این حرف زدی من باید ناراحت شدم حرف بزنم حرف بزنیم ولی بعض وقتی اون نگاه لازمه ها مثلا تو مهمونی شام میخوایم به آقای بگی که اصرار نکن مهمون ها واسه شام بمونه <تصوح> این دیگه این باید اون ارتباطه رو بتونن با کاملا ز... زبان, بید... زبان بدن دیگه مواقعی که, نمیشه صحبت کرد دیگه این زبان بدن خیلی به کار میاد ببین اینجا خیلی پوینت زریفی رو تو آوردی بیرون اینجا نشوندنده کنشوله ما نمیخوایم همدیگر رو کنترل بکنیم. اگر توی مهمونی جو منو گرفت یه دفعه میخوام دعوت بکنم و آقا همسرم حالا چه خانم چه آقاست راضی نیست من یه دفعه بگم بفرمایید فردا شب بیاین خونه ما بعد فردا شب همون شبش تو ماشین دعوامون بشه یا اینکه من به تو چشخورم رو رفتم من به تو چشخوره دیگه چشخورم رو رفتم ولی, خ... ش... نگار... ولی تو اهمیت ندی دعوامون میشه قبل از اینه که من دعوت بکنم و باید با هم صحبت بکنیم مثلا اگر اون لحظه دلم میخواد میگم که میکشمش کنار طرف و با هم صحبت کنیم نه اینکه چشخوره بهت میرم حواست به من باشه این میشه کنترل کردن کم کم پرده ها پاره میشه هزاران بار چشخوره به من شوهرت بری اهمیت نمیدم <تصفح> 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 کار خودمو میکنم میشه مشکلات زناشویی مشکلات رابطه چشخوره و چشخیره خیلی خیلی مشکل بزرگیه چشخیره معمولا بزرگتره به میگن چش خیره خیره میکنی خیره کردی تو چشمای من پر رو مثلا داری دعوا یه چیزی داره بهت میگه تنبیهت میخواد بکنه تو هم تو نگاش میکنی من یاد خودم افتادم خب really? من بچه‌ت مثلا 3 4 سالم بود که مامانم میگفت من هم مامان هم می هم پرسشون شام. مثلا این کار انجام ندی کارتون نمیتونی ببینی بفهمین تو اتاق من نگاش کردم کارتون زیاد دیگه خیلی هم برام جالب نبود دیگه اینو خیلی وقت نگاه نمی‌کنم آها اینو میگن میگفت این عروسک تو حالا نمیتونی بازی کنی این که کهنه شده بود من باش بازی کردم هم نگاه نگاه میکنم. مامانم بعدش گفت چیکار کنم دیگه چی داره میگه آتیشش می‌زدی ولی هیچ اصلی رو واسش نمیذاشتی اینو بهش میگن چش خیره چش خیره با سوچ شام زل زدی نگاه کردی پررو شدی چش قره که فراوون خوردیم از بابا و مامانامون پدرمونم در اومد و زحلمونم میره از این چش های مخصوصا مادرها مادرها خیلی استادتر از بابا هستن تو مهمونی بله ای ش... چران چشخوره یه ثانیه ای به تو میدن که هیچ هم نفهمید بعدش هم تظاهر میکنن انگار که اصلا هیچ کاری نکردن بچه رو شوهرها رو خانوه سر جاش میخوب میکنن اون لحظه بعد در کنار دیگران اصلا به نظر نمیاد که این چشخوره رفته چشخوره خیلی بده زبان بدن بسیار غیر اصولی و غیر اخلاقیه برای اینکه احساس حال طرف رو میگیره تو فرض کن به فرض رفتیم با هم بیرون زن و شوهر هستیم پشت داری مثلا با دوستاد میگی میخندی یا پاتو انداختی رو پات یا یا آقایی به فرض میاد نزدیکت حالا هر چه اتفاقی یه کلمه حرف میزنی پشت یه ذره رقصیدی خانم یا آقا چه مصیبتیه الان تو درونش داره میجوشه میجوشه و yes. چنان چشخوری بهت میره که چرا پات رو پاد انداختی مثلا حالا تموم شد اون بعد مهمونی حالت گرفته میشه پادشم که میاین نه خانم نه بابت ببخشید واسه وسط صحبت هست. این بحثی بحثی که یعنی بین رابطه بین خانم ها و آقایون و چه جوری زبان هم دیگر متوجه میشن به هم شک میکنن به نظر من یه موضوعی که شاید اگه امروز راجب صحبت نکنیم بذاریم یه جلسه کامل خیلی قشنگ اول شاید بتونیم شروع حتمان. کنیم به صحبت کنیم حتما بحثتون با یه سوال شروع کنیم برای هفته بعد میتونیم بریم همین سوال بله. که آیا شک و تردید یا احساس بدبینی دارین؟ آیا خودتون احساس میکنین که بدبینی شک و تردید دائما دارین؟ یا اینکه احساس احساس میکنین پارتنرتون همسرتون یا دوست دختر یا دوست پسرتون مشکل بدبینی داره یا پدر مادرتون مشکل بدبینی داره ممنون خانم بابک واقعا استفاده کردیم مرسی مرسی دوستای عزیز یادتون نره به فیسبوک من تو بلاس سر بزنین برای جواب دادن به سوال خانم بابک کامنتاتون اونجا بذارین هفته آینده خانم بابک دوباره صحبت بله هستیم در خدمتشون غیر از اون هم وبسایت تلویزیون مناطقی که میدونم همیشه به سر میزنید این بار یک چیز دیگه هم بهش اضافه شده میدونید که سال نو نوروز نزدیکه شعری هستش که رهای اعتمادی عزیز سروده تنظیم و آهنگ از بابک سعیدیه این آهنگ رو الان شما میتونید روی وبسایت شبکه مناطق پیداش بکنید گوش بکنید دانلودش بکنید حالا چرا این میشه ایدی شما به ما بعد از اینکه دانلودش کردین روی این آهنگ شما بخونید لب بذارید ویدیو رو برای ما بفرستید ویدیو های شما هم توی برنامه نوروزی ما در کنار هم قرار در کنار ما پخش بشه بله دوستای عزیز برنامه فردا سام توی استودیو خواهد بود با اقتصاد به زبان ساده ممنون که تا این لحظه با ما بودید همینجا از خانم بابکم هم خدافزی میکنیم شما دوستای عزیزم به دو خدای بزرگید خدا نگرد